رسیدیم به اول فصل حضور بانوان در سری جدید. بهتون قول میدم 12 بانوی هنرمند کاربلد و محبوب داریم با یک رقابت بسیار دوست داشتنی. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. البته امروز یه سورپرایز اجباری هم داریم که برای من که خوشاینده، امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. سرکار خانم من سلیمانی، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. تمام کنم اصلا رو اونجا تحویل بدید. در واقع خیلی خوش آمدید. تمام کنم خیلی متشکرم. گفتم زودتر از همه بیام بتونم به فضا اشراف بشم. خیلی عالی، چه بهتر. متشکرم. سرکار خانم مریم کاویانی. سلام آقای علی. سلام از بنده، متشکرم. من امشب و امروز با شما هیچ کاری ندارم. متشکرم، لطف میکنید. هر جا مایلید بشید. خوش آمدید. ببینیم نفر سوم که به این دست شبهای مافیا میپیونده. من اینجا اونجا تاریکه، میخوره زمین رو دارم. اصلا نمیخواد انتظار بکشیم. سرکار خانم جنیدی، خیلی خوش آمدین. باید اینجا بله. دست اون رو هم میشون، اون رو هم میشون دست شما. اگه لازم هم شد پس میدارم. خیلی خوش آمدین. تمنون کنم بفرمایید. سلام، هر سفر یه میذاره واسه خودش. سلام. بله خانم یوسفی، چه ورودی. سلام از بنده، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. از در خودتون تحویل دادید بدون تحویل. بدون نیاز به تحویل. من کلن شرح. موبایلم دارین؟ نه تحویل. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. اما هنرمند گرامی بعدی. سلام. سلام علیکم خانم میرامینی، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. از دهتونم که واضح دو تا سلاح سر اوه بود. بله خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. یه مافیا داره میاد یا یه شهروند. و سلام علیکم. سلام. خانه حمیدی، خوش آمدید. موبایل هم داریم؟ از دو مایلی بشینیم. سلام. خوش آمدید. سلام علیکم خانم رضوی، خیلی خوش آمدید. متشکرم. سلاحتون هم میبینم که همراهتونه. بله بله. نمیخواد تعویض بده. موبایل داری؟ نه پس دادم.
سلام علیکم. خانم کیانی؟ به نظرم نفر بعدی خانم کیانی میتونه باشه. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. اصلا عرب که نگفته تبدیلی. گوشی هم ندارید نه؟ نه. همراهتون نیست چه خوب بفرمید. نفر بعدی مسعداللهی. اوه چه خطرناک. من با این آدم که بگم من یک مافیام، اونم پدرخوانده. همین الان که شما شو شدی. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. میتونم با این برم؟ نه دیگه اصلا رو همه تحویل میدم. بله گوشی که همراهتون نیست؟ نه. سلام به همگی، خوش آمدید. سلام. سلام خانم گودرزی، خانم سلطانی، خیلی خوش آمدید. سلام. لطفا اسلحه ها رو تعمیر همه اول کاری همه رو زدید که نابود کردید. خوب آقای علی مردانی، من که همهش نقش مثبت بازی کردم، بعد این لباس ها رو تنی من کردن که شبیه مافیا بشه. اینجا فضاش اینطوریه دیگه. ولی خودشه. ایشالا بازی خوبی باشید. خیلی خوش آمد. سلام علیکم. خب ضمن خوش آمدگویی به یکایک بانوان عزیز که به این رقابت تشریف آوردید، همطور که می‌بینید یه صندلی اونجا خالیه. راستشو بخواید ما غافلگیر شدیم از این اتفاقاست که همتون هم حرفه‌ای هستید پیش میاد. اون هنرمند عزیزی که قرار بود به ما بپیونده متأسفانه صبح مطلع شدیم که بیمار شدن و نمیتونن حضور پیدا بکنن. بنابراین ما کمک گرفتیم از یکی از هنرمندان خوب که در فصل‌های گذشته تو همین شب‌های مافیا خیلی خوش درخشیدن، پلیر بسیار حرفه‌ای هم هستن. بذارید سورپرایز بمونه چون ایشون هم در راه هستن. تا برسن ما گپ و گفتمون رو می‌زنیم و انشالله یواش یواش تا ایشون بیاد که وارد بازی بشیم صبوری می‌کنیم. موافقین؟ بله. خب با کمال افتخار در خدمتتون هستم. اول کاری برای خودتون یه دست قشنگ بزنیم. سوال، کیا خیلی وارد نیستن؟ کلک میزنن ها. الان نه. هممونو قلقم میکنن. نه واقعا. واقعا. یعنی اگه واقعا من جزوشون. نه من یک کمی 50-50. آه خب اکثریت اینطوری هستید، پس خیلی هم با هم اختلاف ندارید. منم یه ذره بازی کردم. خوبه، میتونید اینطوری اتکا بکنید. پس شما رو زود بیرون میفرستیم که ما خود راحت تر باشیم. اتفاقا اون واردا رو باید نگه دارید کمکتون باشن. نه اگر اینا خیلی ناواردن، اگر واقعا صادقانه ناواردن، من یه ذره شاید بیشتر از اینا بلد باشم. اگر نه آها ولی بازی کردم. شما مدعی نیستید، میگید بازی کردم. ادعا ندارم. آره ولی بازی کردم. بازی کردم میشناسید. من بازی نکردم ولی ادعا. هر دورش فرق میکنه انگار، با اینکه مثلا یک فرمولی داره این بازی. میگی تو بازی لجبازی همیشه نوعه، همیشه جدیده. تازگی داره چون بله. به افرادی که توش بازی میکنن بستگی داره، به اینکه هر بار چه نقشی توی این پخش کارت ها به چه کسی میفته. و هر شما هر دفعه یه نقشی بهت میفته و باید متفاوت بازیش کنید چون بازیتون تکراری میشه، دستتون رو میخونن. یه وقت هم مجبورید که بازی تکراری کنید، میگید بازی تکراری نمی کنم متهم میشم، بازی جدید میکنم یه جور متهم میشم، بازی قبلم رو انجام میدم باز یه جور متهم میشم.
اینه که خورده پیچیده میکنه ماجرا رو. اما خب تو همین تمرین ها و توضیحات مربیان فهم کنم متوجه شدید به خوبی که در نهایت این بازی هم احساسیه هم استدلالی و استنتاجیه، یعنی باید هر دو رو در نظر بگیرین. هم شانسیه، شانسی هم هست به این که گروهتون گروه خوبی باشه، گروه همراهی باشه، یه یکی تبر به دست نیفته به جون شهر اگر تو گروه شهروندی هستید، یا در مافیا مثلا تو گروه مافیا همه زیرکانه انتخاب بکنید. خب کیا فکر دیدید، یعنی حسابی تونستید ببینید فصلهای قبل رو، چه خانم ها چه آقایون؟ آه چه خوب، من چه خوب. تقریبا دیدم. دیدید پس بقیه ندیدین یا کم دیدید؟ چرا من دیدم. نه من یه قسمت. آه شما کم یه قسمت دیدید. قسمت از آقایون. هرس نخوردی؟ چرا؟ یه جوا خیلی از دست بعضی آقای هرس خورد. خب برای قبول زحمت کردین و دعوت ما رو پذیرفتین. بعدی شده که بعد این بازی هیچ کی دیگه به هیچ کی اعتماد نداره. نه دیگه، مگه بازی رو قراره مثل زندگی جدی بگیریم؟ آره جدیه. بازیه ها، بازیه. این کودکیمون که بازی میکردیم. تهش هم اگه تو بازی دعوای پیش میومد آشتی بود دیگه. باشی میکردیم. باز کرد، اخی گیفته. بانوان گرامی، بله خیلی هم کار خوبی کردید که مشغول میل کردن این نون پنیرها شدید. البته بدونید این بخواه انرژی بگیریم و مدیده کشید. شیراز یا پنیر شیرازی خیلی خوشمزه است. دوستان پشت صحنه چای گرید برای بانوهای گرامی که با چای میل بکنن. احبه سلام علیکم خانم مومن. خوب هستین؟ متشکرم. خیلی خوشحالم میبینم اتون. ما بیشتر خیلی خوشحالم هستین. بفرمایید. اجازه هست؟ بفرمایید. سلام خدمت همه. سلام سلام سلام. بفرمایید. آقا چقدر لذت وقت در کنار شما بودم. خانم رحمه از جا میترسم. تو اشتباه میکنی. خیلی خوش آمدید خانم مومن، ازتون ممنونم که امروز به دلیل اینکه مهمان آخر ما بیمار شدن و براشون آرزوی سلامتی میکنیم نتونستم بیان قبول زحمت کردیم، با گرفتاری که داشتید تشریف آوردید، ان شاءالله بازی خیلی خوب با هم تجربه کنیم. به افتخار خودتون دست بزنید. خب یک گپ کوچیکی بزنیم و به نظرم وارد بازی بشیم. موافقین؟ بشیم. به خدا استرس گرفتیم بازی رو شروع کنیم. خب همینجوری حد بزنیم کیا احتمالاً وقتی که این کارتا رو تقسیم می‌کنیم مافیا میشن. چهار نفر مافیا خواهند شد دیگه. قطعا. سلام مک. قافش به سلام مک. سلام مک دیگه. من خیلی دوست دارم مافیا بشم. خودتون راجع به هم دیگه نظر بدید. مریم هم که من ندیدم همیشه مافیا. مریم که مافیا من شهر خوبی ام. من الان احساسم تو مافیا هر دوشو خوبی. اتفاقا زیاد به این فکر نکنیم به قیافه یکی میاد و ممکنه شوخی بکنیم. آره اصلا فلومک بهش میاد ولی من حدثم اینه که فلومک. من بازی ها رو دیدم. من خب به الهام هم میاد اگه اینجوری باشه. به الهام هم خیلی میاد. بچه واقعا من چه مافیا باشم چه شهرم بیگناه هم. منو نکش. بذارید بازی میکنم. نکش بیگناه. مافیا ممکنه بیگناه باشه. ممکنه گول بخوره مافیا. توی شرایطی قرار گرفته ناخواسته. موافقید که سریع شروع کنی؟ خیلی خوب. قراره که نقش ها تقسیم بشه. اینا رو با هم من قاطی میکنم چندین بار. زیرم میشه بزنی؟ بله از زیرم میشه بزنی. میخوای شما خودتونم بزنی؟ من آره. به نمایندگی از طرف دوستان بفرم. چشم بسته. چشم بسته.
سلطانی، چشم باز کنی کارتتون رو ببینی. متشکرم. کارتتون من و شما ببینیم. متشکرم. خانم جنیدی وای به خدا قلبم داره 150 تا میزنه. خودتون ببینیم من رو ببینم. متشکرم. من و شما ببینیم خودتون ببینیم. بسیار عالی. متشکرم. خودتون ببینیم. من و خودتون ببینیم. متشکرم. متشکرم. من و شما ببینیم. بله متشکرم. میتونید چشمتون رو باز کنید. حالا به هم نگاه کنید. فعلا به هم نگاه کنید. بچه من پیدا کردم همه رو همه مافیا رو پیدا کردی؟ نه نفری هست. یه کمکی بده. الان هم حدسایی دارید ها؟ آره ولی من به نظرم مافیا بیشتر از چهار نفر. الان من میبینم یه دریان همه یه مالی شده. همه جستلش از تنشون عوض شد. بچه گول لباساتون رو نخورید. آره این کلاها هممون شکل مافیا کرده. زیاد مهم نیست. نیگاگا همه شکل اصلا همه یه حال دیگه شده. جنیدی مشکل. خب میخواید بلافاصله به شب معارفه بریم؟ بله بله. بسیار خوب. دوستان باز تاکید میکنم میدونم همه تون هنرمندید، آدم های فرهنگی هستید، به یک رقابت در واقع منصفانه اعتقاد دارید و اهل تقلب و اینها هم نیستید. چشم هاتون رو ببندید. شب می شود. متشکرم. چشم ها بسته، سرها پایین. چشاتو ببند. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی. پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا. با شمارش من هر 4 مافیای بازی همزمان چشمشون رو باز کنن، همدیگر رو ببینن. 3 2 1 اونایی که کارت قرمز دارید. بقیه‌رم دارم چک میکنم، چشما رو میبینم. زود همدیگر رو کشف کنید، همدیگر رو پیدا کنید. بقیه رو دارم با دقت میبینم. از پدرخوانده مافیا میخوام که به ما یک تایید نشون بده. بله دوربین ها باید ببینن، بیننده ها ببینن. متشکرم. از دکتر لکتر میخوام تایید نشون بده. ممنونم. و 2 نفر مافیای ساده تایید نشون بدن. دوستان جهت اطلاعتون عرض کنم که جهت صدای من برای فریب دادن شماست. حتی زمانی که اسلحه به دست کسی میدم صدای اگر میشنوید هم برای فریب شماست. یعنی ممکنه من در جاهای مختلف صدای اسلحه رو در میارم. اون سر صدایی که میشنوید ملاک نیست. خیلی ممنونم. چشماشو ببنده، سر پایین. بریم سراغ شهروندها. خانم کاراگاه چشماتو باز کن. یه تایید نشون بده. چشماتو ببند. ممنونم. کاراگاه بخوابه. خانم دکتر. دکتر شهروندها. متشکرم. حرفه‌ای. متشکرم. روانپزشک شهر. ممنونم. جان سخت بازی. تایید نشون بده جان سخت. ممنون. شهردار شهر. با اعلام من روز میشه.
سه دو یک. واسم حالا اوضاع قدری فرق میکنه، از این جهت که مافیا دیگه هم دیگر رو میشناسن. الان کیا میدونن باید پشت کی در بیان و خدا میدونه که میخوان چه بلایی سر این شهر بیارن. همدیگر یه خورده نگاه کنیم. من دارم فکر میکنم که سر صحبت رو به چه کسی واگذار کنم. شاید خانم مؤمن که آخر همه به ما پیوستن گزینه مناسبی باشن برای سر صحبت. بنابراین از اینجا صحبت رو شروع میکنیم، اینطوری حرکت میکنیم و نفر آخر میشن سرکار خانم امیر سلیمانی. خانم مؤمن به نام خدا بفرمایید. سلام، مریم مومن هستم. خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزا هستم. من برای کسی چالش میخواد؟ مرسی. برای اینکه بازی به چرخه فقط، صرفا هیچ چیز خاصی وجود نداره. یه تارگت میزنم به دوست عزیزم و یه تارگت میزنم به خانم صحرا اسداللهی. فقط بازی به چرخه همینطوری. صحرا اسداللهی عزیز، کسی چالش میخواد؟ شیدا یوسفی هستم. خب شما تارگت رو زدین، ولی میخوام یه پیشنهادی فقط به شهر بدم. اونم اینه که دست اول هیچ کسی چی نمیدونه، کاراگاه بازی رو دست بگیره، کمکمون کنه که بتونیم تشخیص بدیم بازی چه خواهد شد. چکرم همجوری بفرمایید. چالش نبود. من یادم رفت تو به کیا چی زدی. من واقعا نمیدونم دیگه الان چه. باید حتما یه تارگت بزنم. حسی میگم که حسی نمیگم، از روی اینکه شعور وارده میگم شعور است، برای اینکه همینجوری یه چیزی گفته باشم باهاشم شوخی دارم. دیگم نه، اون که خیلی ایونکی نشسته، من فقط شهره رو میشه بگم. خانم حمید بفرمایید. کسی چالش نمیخواد؟ الهام حمیدی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما دارم بازی میکنم و الان دلم نمیخواست تارگت بزنم، ولی برای اینکه بازی به جریان بیفته من اولین تارگت هم رو به خانم مؤمن میزنم و لیندا جون. سلام، مریم کاویانی هستم. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. منم مجبورم حسی تارگت بزنم به دلیل اینکه هنوز بازی نچرخیده. من تارگتم لیندا جون و حدیث جون هستم. متشکرم. سلام، من شهره سلطانی هستم. اول از همه بگم که خیلی خوشحالم که شما دوستان و همکاران عزیزم و بعد از مدت ها میبینم دور هم هستیم همچون شما رو. و اینکه با توجه به اینکه پنج نفر صحبت کردن قبل از من، منم یه بچه تارگت میزنم، اصلا با تو شوخی ندارم. بیرون شوخی داریم ولی اینجا نه. تارگت میزنم به الهام، مریم، دوست عزیزم گیتی، چون از اون اول شبیه مافیا بود، حالا نمیدونم چرا. آره یه تارگت هم به کمن میزنم فعلا، ممکنه بعدا پس بگیرم تارگت ها. مرسی، متشکرم. سلام خدمت همه دوستان، خیلی خوشحالم که باهاتون دارم بازی میکنم. من فاطمه گودرزی هستم. با کسی چالش نمیخواد؟ نه؟ خب توی این مرحله اول فکر میکنم که انتخاب کردن مافیا کمی همینجوری شانسی و شاید خیلی چهره شناسی و اینجوری باشه که من یکی خانم مومن رو فکر میکنم روش تارگت دارم، یکی خانم سلطانی، خانم اسداللهی. خیلی متشکرم چالشی که به من دادین.
خانم گودرزی عزیز، من خودم خانم سهرا اسداللهی رو تارگت زدم، بعد خانم سلطانی پاشدن شما رو تارگت کردن. خب بعد شما الان پاشدی من و ایشون و خانم سهرا اسداللهی رو میکنی توی یک سایت. این یعنی این که ما تقریبا من و حداقل من و خانم سلطانی تا اینجا برای من شهروند میشیم، شما برای من مافیا میشیم، چون من با تارگتم رو توی یک سایت قرار میدیم و میزنیم. نه دیگه، بعدا میتونی چالش بگیری. سلام، من لیندا کیانی هستم. وقتی که چشم رو باز کردم بیدلیل از همه تون متنفر بودم، نمیدونم چرا، چون فکر میکردم که یه سمت دیگه دارم، اینکه هستم نیستم و اینکه الان هیچی نمیتونم بگم. نمیدونم چرا حسی به صحرای ذره شک دارم، بعد خلال دندونش رو تیکه تیکه کرد، احساس کردم که مافیا حتما، و اینکه همین فعلا، حالا تا بقیه صحبت کنم ببینم چی میگم. مرسی. سلام، من صحرا اسداللهی هستم. کسی چالش میخواد بفرمایید. ببخشید، خب من استدلال تو رو نفهمیدم، برای اینکه ممکنه خب تو به خاطر ردگم کردن این کارو کرده باشه، اینکه خیلی ساده است. آره دیگه، برای ردگم کردن یکی از هم تیمیاتو بگی مافیا باشی، برای ردگم کردن یکی از هم تیمیاتم هم، حالا روز اوله، حالا با هم یه اسمی هم میگیم دیگه، چیزی هم نمیشه، حالا روز اول که دیگه نمیگیرن، حساب نیست. متشکرم. والا من کوچیکم بودم، یا منو میذاشتن نخودی همیشه، یا منو پرت میکردن از بازی بیرون. اینجا همی اولین نفرم شروع کرد به حرف زدن، گفت صحرا اسداللهی مافیاز. یه دونه خلال دندونم من شکوندم، هزار تومت زدم به من. من دلم خواد بازی کنم، حالا میخوای من بندازیم بیرونم بندازیم. این یکی. بعد دومیشم اینه که من تارگتامو رو این حساب میذارم که چون فکر میکنم این دو نفر حرفه‌ای ترن، چون یه ذره ازشون میترسم، فکر میکنم که این دو نفر، اولیش خانم مؤمنه، دومیشم خانم امیر سلیمانی. چون که من که نمیترسم، چون فکر میکنم که حرفه‌ای تر بازی میکنی، دوست دارم که مثلا زودتر برین که خودم راحت باشم. آفرین، حرفاتونو اینجوری بزنید. کسی چالش میخواد؟ چالش خانم درزی میخواد. خانم جان، صحبت خانم مؤمنه که گفتین که چون من ایشونو چیز کردم و منم رفتم شما رو گفتم، ولی من فکر می‌کنم تو مرحله اول یه کمی اصلا انتخابا یه ذره شانسیه، یعنی اصلا همینجوری آدم انتخاب میکنه، و تو مرحله بعدیه که یه ذره تفکر توش میاد و یه ذره شخصیت شناسی و شخصیت پردازی آدم میکنه. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. تشکر میکنم از آقای ابوطالب که هممونو گرد هم آوردن که بتونیم بازی رو با هم بچه‌ها خیلی شاد ادامه بدیم. من تارگتم رو همتون هست تو دست اول و شکم رو همه هست. حالا یه دور بچرخه ببینیم که چی میشه. در خدمت. خب منم سلام میکنم، حدیث میرامینی هستم. کسی چالش میخواد؟ خب سخت‌تر از اون چیزی هست که فکر میکردم راستش. من فعلا برخلاف بقیه هستینا همه چی تعطیله، فعلا نمیتونم به کسی تارگت بزنم و فکر میکنم یه ذره باید متمرکزتر باشه، به چرخه یه ذره فکر کنم، چون همه به نظر من هیچ تغییری نکرده. حالا یه ذره بگرده ببینیم چی میشه. بعد تموم شد اصلا دیگه، رسیدیم به نفر آخر. سلام، من کمند امیر سلیمانی هستم. کسی چالش نمیخواد؟ خب امیدوارم که روز خوبی رو در کنار هم باشیم. آخرش همه در هر پست و مقامی هستیم، خوشحال از بازی بریم بیرون. چند نفر حدسی برای من بودن قبل از اینکه صحبت کنن، هنوزم تقریبا همونا من بهشون تارگت میزنم. خانم حمیدی از لحظه اول من احساس میکنم اصلا مافیای درونش اومد بیرون. خانم لیندا کیانی جزو تارگت های من بودن. اینکه چششون رو باز کردن از همه متنفر شدن، چرا؟ میتونه مافیا باشه و بترسن که شهروندا بهشون حمله کنن. و خانم اسداللهی یک مقدار، شیدا یوسفی هم نمیدونم، حسم میگه ولی خیلی به حس من اعتماد نکنید. متشکرم. از نفری که سر صحبت بودن، خانم مومن بیستید. آرا یک رای، بفرمایید. به دفاع نمیرن، شش رای لازمه تا کسی به دفاعیه بره.
سرکار خانم یوسفی بایستید. آرا یک رای. دو تأخیری پذیرفته نمیشه. خانم جنیدی بایستید. آرا سه رای. به دفاع نمیرن. بفرمایید. خانم حمیدی بایستید. چهار پنج رای. باز هم به دفاع نمیشه. شش رای لازمه. خانم کاویانی آرا یک رای. دو رای. دفاع نمی کنن. با تأخیر نگیرید. نمیپذیرم. خانم سلطانی اوائل زیاد سخت نمیگیرم. بعدن حتما اینا رو ثانیه‌ای هم قبول نمی کنن. دو رای. به دفاع نمیدن. بفرمید. آرا یک رای. دفاع نمی کنن. بفرمید. خانم کیانی بیسید لطفا. آرا دفاع نمی کنن. خانم اسداللهی بفرمایید. آرا سه رای به زور. خانم رضایی بایستین. آرا صفر. دفاع نمی کنن. خانم میرامینی بایستین لطفا. آرا یک و دو و سه و چهار. دفاع نمی کنن. بفرمایید. و خانم امیر سلیمانی پنج رای. دفاع نمی کنن. با اعلام من دیگه مافیا باید کارشو شروع کنه. سه دو یک. شب می شود. چشم ها به خوبی بسته، سرها پایین. تیم مافیا بیدارشن. چشم ها رو باز کنید. گروه مافیا اصله رو به دست پدرخوانده خواهم داد. تصمیم بگیرید. اینکه چششون رو باز کردن از همه متنفر شدن چرا؟ میتونن مافیا باشه و بترسن که شهرونده بهشون حمله کنن. میخوام اسلحه رو تحویل بدم. تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید. خانم گودرزی عزیز، من خودم خانم سهرا اسداللهی رو تارگت زدم. بعد شما الان پاشدی من و ایشون و خانم سهرا اسداللهی رو میکنی توی یک سایت. دکتر لکتر کدوم یکی از اعضا رو میخواد امشب نجات بده؟ خانم حمیدی، از لحظه اول من احساس میکنم اصلا مافیای درونش اومد بیرون. مافیا بخوابن. مافیا بخوابن. همه مافیا بخوابن. سرها پایین. دکتر شهر بیدار شو. خانم دکتر، امشب کیو میخواید نجات بدید؟ دکتر بخوابه. خانگاه بازی. کارگاه بخواب. حرفه یه بازی بیدار شد. حرفه یه بیدار شد. تو مرحله اول یه کمی اصلا انتخابا یه ذره شانسی، یعنی اصلا همینجوری آدم انتخاب میکنه و تو مرحله بعدیه که یه ذره تفکر توش میاد و یه ذره شخصیت شناسی و شخصیت پردازی آدم. حرفه ای آیا اسلحه میخوای؟ ممکنه خب تو به خاطر رد گم کردن این کاری کرده باشه. این که خیلی ساده است. آیا مافیای قطعی داری؟
آیا این ریسک رو قبول میکنی؟ با جون خودت بازی میکنی؟ تو هر شب حق تیر داری، اما با جون خودت داری بازی میکنی. حاضر این ریسک رو بکنی؟ حرفه‌ای بخوابه. روانپزشک، آیا میخوای کسی رو در روز بعد ساکت کنی؟ روانپزشک بخوابه. جان سخت، چشم باز کن. جان سخت، میخواید از این قابلیت استفاده بکنید؟ بسیار خوب، جان سخت بخوابه. روز میشود و همه بیدار. 3 2 1 روز بخیر. شبی بود. قیافه ها رو گزارش حوادث دیشب رو عرض میکنم خدمتون. در شبی که گذشت روان پزشک تصمیم گرفت که همه به روال باشن و کسی ساکت نشه. جان سخت استعلام وضعیت نخواست. پس بینیم سراغ بخش جذاب که من دوست دارم، اعلام کشته یا کشته های شب. یک نفر دیشب کشته شد و باید جمع ما رو بی صدا ترک بکنه. اون شخص کسی نیست جز سرکار خانم حدس خودتون چیه؟ منو بدبخت کشت. نه حدس نیست. مهمان نوازی نکردیم خانم مومن. مهمان نوازی نکردیم خانم مومن. جنه ما رو تک کنم به افتخارشون دست بزنیم. حداقل من و خانم سلطانی تا اینجا برای من شهروند میشیم، شما برای من مافیا میشیم، چون من با تارگتم رو توی یک سایت قرار میدونم. بریم سراغ صحبت‌های روز. درباره خروج ایشون حتما در صحبت‌های شما تحلیل‌هایی رو میشنویم. سر صحبت رو میدیم. 3 نفر میایم جلو. 1 2 3 خانم حمیدی شما بفرمایید. انتهای صحبت میشه خانم جنیدی، یعنی اینطوری بیچرخه میرسه به شما. خب دوستان، خانم مومن حرفه‌ای تر از هممون بازی، نه که شغلشون حرفه‌ای باشه، این بازی رو بهتر از هممون بلد بودن و احتمالاً توی تشخیصایی که دادن مافیا بوده و مافیا از ترسشون که ایشون تشخیصاشون درسته سریع انداختنشون بیرون. پس من اول خواستم صحبت کنم که ببینید کسایی رو که ایشون بهشون تارگت زدن کیا بودن، اونا رو زیر نظر داشته باشید. منم دقیقا حرف کمنجون رو میخواستم بزنم، چون من حس میکنم که مافیا احساس خطر کرد و شب اول خب ایشون رو طبیعتا از بازی بیرون کرد. ولی من نظرم بر این هستش که یکم بیشتر بتونیم خودمون رو تو شهری ها خودمون رو به هم نشون بدیم که یکم بازی جذابتر شه و از این حالت سکون در بیاد. کسی چالش میخواد؟ بفهم. خیلی احتمالش ضعیفه که ایشون حرفه‌ای بوده باشه و اشتباهی انتخاب کرده باشه و وقتی که ایشون رفتن پس قطعا شهر بوده، یعنی حرفه‌ای نبوده، مافیا زدنش. بعد از اینکه ایشون رفتن من چهره 2 نفر رو دیدم که خیلی ناراحت شدن. شما برای من سفید شدی، شما برای من سفید شدی. میتونیم یواش یواش سفیدا رو پیدا کنیم. دکتر ممکنه در مزان اتهام قرار بگیرم، حواست به سیف کردن من باشه، چون میخوام که قدرتمند پشت شهر باشم.
خب از نظر من خانم مؤمنی شهر بودن، منم با شما موافقم و ولی حرفه‌ای به نظر من درست زده، یعنی ببخشید اشتباه گفتم، حرفه‌ای اشتباه زده و من میتونم حدس بزنم کی بوده، به دلیل اینکه حالا من چون نمیخوام از ریاکشن دوستان حرفی بزنم ولی بعداً اعلام میکنم. خب در اینکه خانم مؤمن شهروند بودن که اصلا هیچ شکی نیستش و قطعاً هم مافیا زدهش، من فکر نمیکنم. من متوجه نشدم شما مگه گفتی حرفه‌ای بوده و غلط زده، من اینجا این رو متوجه نشدم. خب شهر مافیا زده. خب آخه شما گفتین حرفه‌ای، شما گفتین حرفه‌ای و شما الان دوباره داری تاکید میکنی مافیا ببخش مافیا. خب خیلی بد شدش که ما یک شهروند خیلی خوب و حرفه‌ای رو از دست دادیم. من همچنان تارگت میزنم به الهام، به شما، به خانم کاویانی. یه دونه از تارگت ها میخوام حالا بزنم به این دفعه سهرا اسداللهی به خاطر چشاش. آره سهرا تارگت بعدی ما نگه میدارم تا ببینم چی میشه. امیدوارم واقعا بچه ها شهر خیلی خوب بازی کنه. چالش میخواه؟ من میخوام. بفرم مذارت ببخشید من چون خیلی راه بود تا بیاد به من برسه دق میکردم. بچه ها جون همه فهمیدیم شهر بود و هممون هم ناراحتیم. برین روی یه موضوعی که حالا واقعی تر باشه. من فکر کنم که کاراگاه میتونه کمکمون کنه چون دیشب از بالاخره یکی رو پرسیده. لطفاً کاراگاه خودش یه کمکی به ما بده و اینکه همین حالا تا برسه دوباره حرف میزنم. آره با اینکه شهره اول رو من تارگت زده بود ولی تغییر داد به این دلیل نگفتم که حرفای شهره درسته. من که توی تجزیه تحلیلی که درو صحبتایی که دوستان کردن فکر میکنم که شخص بیگناهی رفت بیرون، یعنی من پشیمون شدم از اون اشتباه اولا که کردم. کسی از اینو میکنم؟ خب نمیدونم اصلا چی بگم، خیلی گیجتر از 10 دقیقه پیش شدم. یه ذره به نظرم سهرا تو دوست ندارم اصلا کنار من بری، میدونی چقدر دوست دارم، ولی به نظرم یه سری کارهای هیستریکی داری میکنی که به نظرم یه ذره مافیایی میاد و یه ذره خرسندی فکر کنم از اینکه مثلا با بقیه فرق داری، مثلا نصفی ها شهروندن. یه ذره این حسه رو دارم. یه ذره به خانم شیدا مشکوک شدم که پا شدن و اینجوری حرف زدن، به نظرم که نه دیگه همین. کسی چالش میخواد؟ لیندا جون اگر شهری به من اعتماد کن، من با هیجان وقتی که ایشون رفتن بیرون دو تا از کسایی که به نظرم سفید بودن، شاید اشتباه بکنم، هیچ چیزی تو این بازی قطعی نیستش، ولی دو تا از نفراتی که به نظرم سفید بودن و ناراحت شدن از رفتن ایشون رو اعلام کردم. کسی که بالا میشه سفیدا رو اعلام میکنه قطعاً مافیا نیستش. من گفتم خانم امیر سلیمانی و خانم جنیدی از نظر من سفید شدن چون فوق‌العاده ناراحت شدن و سریع ریاکشن دادن، لایک زدن. منم فکر میکنم، یعنی من تارگت رو دست اول برای این زدیم که باید رو دو نفر تارگت میزدیم و من خب همون اولم که مریم اومد تو من گفتم که من این کار رو میکنم برای اینکه از تو نسبت بهت احساس خطر دارم. الانم خودم حسم برای اینه که یک شهر رو از دست دادیم و باید خیلی مراقب باشیم، یعنی رو حساب دست اول که هممون اعلام کردیم حدسامونو نباید الان نتیجه گیری کنیم، باید مراقب شهر باشیم، نباید تصمیم بگیریم چون دست اول قرارمون قبل بازی هم همین بود که دو نفر که حدس میزنیم و اعلام کنیم رو هیچ حسابی. الان نمیشه رو همون نتیجه گیری کرد و تصمیم گرفت. منم میخوام سفیدامو اعلام کنم. خانم کاویانی به نظر من سفیدن و اینورم حدیث به نظرم سفیده. شهیده جون من فکر نمی کنم که ناراحت شدن یا خوشحال شدن از ورود و خروج کسی بتونه چیز مثلا، حالا شاید بافیا بوده و شهر بوده، حالا میتونه نقش بازی کنه، بخنده خوشحال شه یا اینکه غمناک شه. به نظر من ریاکشن اصلا نمیتونه یه همچین چیزی رو ثابت کنه. من نظرم این بچه ها میگم یه ذره من حدیث صندلیشو کشید اون و خیلی بی ربط مثلا مشغول شدم بهش. بعدم به نظرم
شما هم خانم سلطانی یه ذره میخوره بهتون مافیا باشین، یعنی شهروندم باشین، من شما رو مافیا تصور میکنم. ببخشید البته نکشید منو ها خانم. بس دیگه تارگت هامو زدم، بریم ببینیم چی میشه. بفهم. اول از همه میخوام عذرخواهی بکنم که من دوباره فراموش کردم چالش بدم به کسی. اگر که اجازه دارم چالشم رو بدم این بار به کسی. یعنی خودت چالش گرفتی. یادم رفت، خواهش میکنم دفعه بعد به من یادآوری بشه. باش. من صحبت الهام رو تایید میکنم، نه به این معنی که الهام هم برای من سفید شده، به این معنی که قطعا ماها هممون ناراحت شدیم، شهروندا ناراحت شدیم. این که شما دو نفر رو دیدی خیلی عجیبه که فقط به نظر دو نفر اومدن. خب اشتباه کردی، باید همه رو نگاه کنی. ولی این که به نظر فقط دو نفر سفید اومدن و این دو نفر ناراحت شدن، چون تایید میکنم که حتما اگر کسی مافیا هم باشه میتونه به راحتی بازی بکنه. این که من به نظرت مافیا میان اشکالی نداره، ولی باید بدونی که من حتما شهروندم، برای همینم اینقدر حرص و جوش میزنم. میدونی من یک شهروند خیلی 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 مفیدم، دارم بهتون تاکید میکنم. بنابراین اصلا رو من بکش کنار، ولی اگر که دوباره احساس کردی ثابت کن. مرسی. خب من برخلاف دست پیش که خیلی نظری نداشتم، الان یه اصلا هر جا مرجی شده این وسط که من فکر میکنم که من شهروندم. خب من شهروندم و فکر میکنم که ما شهروندا، نمیدونم، من این بازی رو خیلی خوب بلد نیستم، ولی چیزی که دارم نگاه میکنم اینه که برای ران شدن بازی خیلی نباید تارگت های مختلف بزنیم، همه رو نسبت به هم دیگه، یعنی یه ذره متمرکزتر نگاه کنیم. مثلا من خودم فکر میکنم که با احترام خیلی فراوان خانم کاویانی زیاد برای رأی همه دست میبرم بالا و یه ذره زیادی به همه مشکوکن، یا دلایلی که حالا نمیدونم، من یه ذره دیدم نسبت به این میز خیلی کامل نیستش، به خاطر همین صندلیمو بردم عقب. فکر میکنم که نسبت به شهره واقعا سوسو هم، یعنی یه بخشی میگم باید به حرفاش اعتماد کنم، ولی یه بخشی میگم خب بلد بازیو. یادمون نره که ممکنه یه مافیایی باشه که داره خوب بازی میکنه. من تارگتم به مریم جونه و این طرف بین لیندا و صحرا یه ذره کمک میخوام، یعنی از شهروندا کمک میخوام که یه ذره هم فکری کنیم. مرسی. کس بفرمایید. خیلی متشکرم. من اصلاح کنم صحبتمو. من به نظرم حرفه‌ای به این سرعت نمیتونه هدف بگیره. قطعاً یک مافیا بوده که یک شهروند رو انداخته بیرون و دوستان منم شهروندم، بیایم یه مقداری بیشتر دقت کنیم و مافیا رو تشخیص بدیم. متشکرم. اتفاقاً من فکر میکنم شما مافیا هستین به چند دلیل. یکی این که وقتی که بلند شدین گفتین که ممکنه که حرفه‌ای زده و اشتباه زده، اگر این حالت بود ما دو تا کشته بعد بیرون داشتیم، چون ایشونو که معلومه مافیا زده. شما خواستین با این حرفتون ما رو گمراه کنین که یعنی ممکنه حرفه‌ای بوده اشتباه زده. خانم مؤمن اگر که حرفه‌ای بودن شب اول شلیک نمی‌کردن قطعا، با توجه به شناختی که نسبت به هیچ کس ندارن. توی لایک و دیسلایک‌ها اکثرا مخالف با همه، یعنی یه جور مخالفی حرکت میکنن خانم کاویانی. و من یه شهروند ساده هستم، ولی خانم گودرزی هم، من فقط اینا رو میگم که تو ذهن شهروندا باشه. یه چیزی خدمتتون هست، من فکر کنم بعضی هر چی میتونیم بلندتر بگین، صداتون به هم نمیرسه. فکر کنم خانم کاویانی اشتباه لوپیشون رو چیز کردن، اصلاح کردن. اون میخواستن بگن مافیا. شاید لوپی نبوده، الان دارن تظاهر میکنن که اشتباه لوپی بوده. لحظه ای هم که نشستن من دیدم که به خانم سلطانی دارن میگن. حالا من نظرمو میگم که شهروند بگید مافیا گفتید حرفه‌ای اشتباه. شهروند عزیز، چون اگر حرفه‌ای از نظر من حرفه‌ای در واقع به اطلاق نقش و نام نزدیک میشد، خب منم جلوشو میگرفتم. شهروندای عزیز با حرفایی که استناد نداره حواسمو پرت نکنید. صندلی رو داد عقب، نفس عمیق کشید، اینا دلیل نیست. خانم گودرزی هم یک به نظر یک سوتی ریزی دادن، گفتن
وای من خیلی پشیمون شدم به خانومه، یعنی یه جوری علنی خواستم با یه جمله ساده بگن که من شهروندم. فقط گفتم من خیلی پشیمون شدم که به ایشون رأی دادم. به نظر می اومد که خواستم خیلی واضح خودشون رو شهروند نشون بدم. من همچنان خانم حمیدی، خانم صحرا، خانم کاویانی، به خانم جنیدی توجه کنین. گول ظاهر ساده و مظلوم و خندانشون نخورین. فقط توجه کنین. حرف دیگه ای ندارم. مرسی. چالش کسی میخواد؟ من میخوام. بفرمایید. الکی. بچه ولی به نظرم حرفاش خیلی منطقی میومد. یه سری فکت آورد اونایی که شهروندی. لطفاً بیاین روی یه نفر زوم بکنیم و بیاین دونه دونه بریم که بتونیم دست اولو زودتر جمع و جورش کنیم. اگر موافق باشید من یه نفر رو پیشنهاد میدم برای اجماع. لطفاً بیایید از خانم گودرزی شروع کنیم برای رأی دادن و اینکه بعد ببینیم اجماعمون به کجا میرسه. ای وای من. بعد ببینیم چی میشه. در خدمتم. این که شما گفتین که بعد همه رو ببینی، شاید هر کسی سرعت عکس العملش در یه حدی، مال من در این حدی که تونستم عکس خودم و بغل دستیمو احساس کنم. یکی این نکته. دو اینکه یه مسئله خیلی مهمی که هست، بچه ما باید رد خون ایشونو بگیریم. من یکی از تارگت هاشون یادمه. شما اگه تارگت های دیگه تو ذهنتونه رو اعلام بکنید، چون من فقط خانم اسداللهی یادمه که ایشون تارگت زدن. همین. خب بچه خدا قسمتتون نکنه نفر آخر بشین. من اینقدر وسط ها لالو ها حرف داشتم اولی الان یادم رفت، ولی مهمتریناشو یادم نگه میدارم. من همچنان از لحظه اولم خیلی هم آدم حسی یا واقعا نیستم، ولی به خانم کاویانی شک داشتم، ولی نه به خاطر اینکه یعنی ممکنه حرفه ای رو اشتباه گفته باشه فلان، ولی من به نظرم یه ذره واسه اینکه نشون بده که شهرونده به همه یه مهربونی نشون میده، یه همچین حسی راجبشون دارم. دیگه خانم معذرت میخوام، در این اینکه یه ذرم مظلومی، ولی از اولم یه ذرم چیزم هستی دیگه. مثلا میگه اون چوبشو خورد کرد و اون نمیدونم. آها این تو دلم مونده بود به تو بگم که اون چه خود شیرینی بود که راجع به آقای ابوطالب کردی. از رو همون من میگم نکنه تو مافیا. آخه خیلی خود شیرینی بدی بود. من شهروندم. آها یه چیز دیگه که یادم افتاد، شما گفتین که من شهروند به درد بخوری هستم، این منو خیلی مشکوک تر میکنه. گفتین من یادمه که گفتین من بچه ها من الان دلیل به خصوصی نمیتونم بگم، ولی شهروند به درد بخوری هم هستم. تو گفتی دیگه هیچی فرقی که از اول به تو شک داشتم. خب حالا پس دیگه من گیج شدم. ببخش دیگه همین گیج شدم. میریم سراغ رأی گیری. از نفر اول صحبت، سرکار خانم حمیدی، لطفاً بایستید. آرا تخریه رو نمیشمارم. دو رأی بفرمایید. خانم کاویانی، آرا، شش رأی شما دفاع میکنید. تخریه رو هم باز نشمردم، ولی باز دفاع میکنم چون شش رأی همزمان من. آرا برای خانم سلطانی، چهار رأی. بفرمایید. خانم گودرزی بیستی. آرا به خانم گودرزی. سه تأخیری هم دو سه رأی که چهار هم شد، ولی بازم دفاع نمی‌کنم. خانم کیانی آرا. پنج رأی دفاع نمی‌کنم. بفرمایید. خانم اسداللهی آرا. پنج رای دفاع نمی کنن. خانم رضوی بیستید لطفاً. آرا. یک رای دفاع نمی کنن. اونم تأخیری بود تازه. میشه صفر. خانم میرامینی آرا. دو رای دفاع نمی کنن. بفهمید. خانم امیر سلیمانی آرا. سه رای دفاع نمی کنن. خانم یوسفی بیستید لطفاً. آرا. یک رای دفاع نمی کنن. خانم جنیدی بیستید لطفاً. آرا. سه رای دفاع نمی کنن. بفرمایید. پس تک دفاع خانم کاویانی. دوستان من نمیدونم چه حرکتی کردم که شما فکر میکنین من جزو مافیا هستم و 6 تا رای آوردم، ولی اگر چنانچه من مجددا
در رأی بالا آوردم و قرار شد برم بیرون، ازتون خواهش میکنم به من اعتماد کنین و اجماع کنین روی خانم امیر سلیمانی و خانم یوسفی. من بهتون قول میدم بین این دوتای مقداری تفکر کنین، قول میدم که اشتباه حد نزدم و خواهش میکنم این اجماع رو انجام بدین. خیلی متشکرم. دفاعتون تموم شد، ایستاده باشید. رأی برای خروج خانم کابیانی. آرا 7 رأی. حتما جمع ما رو تک کنید، کنار من بیستیم. 6 کارت حرکت آخر داریم که هر کدوم قابلیت و امکانی میده. چندومی؟ 1، 2، 3، 4 رو میشه این نگهش داری؟ لطفا مسیر سبز. خب این کارت رو مقابل هر کسی که بذارن دارن به اون فرد مسئولیت میدن، یعنی از رأی گیری فردا فردی که این کارت رو داره مسئول خواهد بود. هر چه الان همه بهش رأی بدن به دفاع نخواهد. شخص بی‌گناهی رفت. من پشیمون شدم از این. فردی که این کارت رو داره مسئول خواهد بود. هر چه الان همه بهش رأی بدن به دفاع نخواهد رفت. میخواید که چه کسی رو مسئولیت بدید؟ خانم رزی مقابلش بذارید. کارت رو مقابلش بذارید. امیدوارم درست باشه. به افتخارشون دست بزنید. جمع رو کردید. خیلی ممنونم. با 10 نفر میریم به شب دوم بازی. با اعلام من 3، 2، 1 شب. بروزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا. تلویکا.com. چشم ها همه بست، سرها پایین. گروه مافیا چشماشون رو باز کنن. گروه مافیا چشماشون رو باز کنن. شکار شب دومتون رو انتخاب کنید. من اسلحه رو به دست پدرخوانده بازی خواهم. من همچنان خانم حمیدی، خانم صحرا، به خانم جنیدی توجه کنید. گول ظاهر ساده و مظلوم و خندانشون نخورید. من همچنان تارگت میزنم به الهام. یه دونه از تارگت ها میخوام حالا بزنم به این دفعه صحرا اسداللهی. دکتر لکتر، چه کسی از گروه خودشون رو این شب نجات میده؟ مشورت برای غذای فردا. مافیا بخوابن. دکتر شهر، چه کسی رو امشب نجات میدی؟ اون فرد رو به من نشون بده. صحرا تو دوست ندارم مثلا کنار من بری، میدونی چقدر دوست دارم، ولی به نظرم یه سری کارای هیستریکی داری میکنی که به نظرم یه ذره مافیایی میاد. دکتر بخوابه. کاراگاه بازی. متشکرم. بخواب. حرفه‌ای بازی بیدار شه. کسی که هر شب میتونه شلیک کنه. حرفه‌ای هم بخوابه. روان پزشک بیدار شو. آیا امشب میخوای از یکی از اون دو فرصتت استفاده بکنی؟ خانم سلطانی یه ذره میخوره بهتون مافیا باشین، یعنی شهروندم باشین. من شما رو مافیا تصور میکنم.
کسی مافیایی هست که داره شهروندها رو منحرف میکنه؟ روان پزشک بخواب، جان سخت بیدار شد. متوجه شدم، بخواب. میریم برای روز با اعلام من. آماده؟ 3 2 1 روز میشود. دوباره چشمای شما به دهن منه که چی قرار اعلام بکنم؟ الان ضعف میکنید؟ پنیر محلی شیراز یا پنیر شیرازی بزنید؟ رامک هم با قوی هم میچسبه. در شبی که گذشت روان پزشک بازی بالاخره وارد عمل شد. یک نفر رو به سکوت دعوت کرد، تشخیص داد که اون فرد در طول امروز ساکت باشه. اون شخص کسی نیست جز خانم شهره سلطانی عزیز. من شنیدم به خانما بگید سکوت کن، از تیر خوردن بدتره براشون، درسته؟ خب، من بعد شما حق رأی دارید، تایید و عدم تایید هم میتونید داشته باشید، اما کلامی حرف بزنید بلافاصله از بازی خارج میشید. جان سخت هم استعلام خواست که در ادامه خواهم گفت. و اما کشته شب یا کشته های شب، کشته شب کسی نیست جز سرکار خانمی که در همین شب گذشته ساکت هم شد. من یک شهروند خیلی 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 مفیدم، دارم بهتون تاکید میکنم. تشویقشون کنید بدون کلامی با هم جمع ما رو تشکیل کنید. شات شب هیچ چیزی نداره. خب، گزارش جذابی دارم براتون از 3 نفری که بیرونن. طبق استعلامی که جان سخت از من خواسته، هر 3 نفری که بیرونن ما میدونیم که شهروندن. یعنی همه مافیاها داخل بازی هستند. چه شهروندهایی بیرونن؟ کاراگاه، دکتر، حرفه‌ای. عجب شهر تباهی. وضعیت شهر بسیار حساسه. در چه حد؟ تعدادتون رو ببینید، یک شهروند دیگه بره بیرون، شهر باخته. خدا حافظ. سر صحبت تعیین میکنم. شما بگو. اصلا سر صحبت شما، انتهای صحبت هم خانم گودرز. بفرم. خب بچه ها، دیگه فکر کنم یه ذره بازی جدی شده دیگه. من تقریبا 100% مطمئنم که صحرا مافیاه. 100%. الان میدونم که اگه بخوام رأی گیری کنیم دوباره 4 نفر مافیان و نمیذارن. یکی از بچه‌هایی که به شک دارم خانم فلامکه، که به نظرم 99% شما مافیایید. از یه سری از ریاکشناتون خیلی معلومه که مافیایید. و این طرفم بین حدیث و کمند شک دارم، ولی به نظرم اصلا مهم نیست بین کی شک دارم، یقینو الان وقتشه که راجبش رأی گیری کنیم و بندازیمش بیرون. چی گفتم؟ بندازیمش. آره، به نظرم کسی که یقین داریم و حتما این کارو بکنیم. و اینکه الان هر کس که بهش رأی نده معلوم میشه که مافیاست. فکر کنم اسم دومشون یقینه. نه. این کسی که یقینیه منظورمه. ولی فکر کنم دیگه وقتشه که یکی از مافیا رو حداقل بدیم یه ذره دلمون خنک شه. متشکرم. خانم اسدالله بفرمایید. کسی چالش میخواد؟ خب واقعا بحرانی وضع و اینکه به من شک دارید توی این وضعیت بحرانی، یعنی من برم بیرون خب کل بازیمون تموم میشه. ولی من چیزی رو که خیلی خیلی نگرانشم اینه که خانم مریم وقتی که داشت میرفت، من خودم بهش رأی دادم، ولی
الان که میدونم شهرونده به من گفتش و یه شهروند مهمی هم بوده، یا کارآگاه بوده یا دکتر بوده. اگه کارآگاه بوده باشه به ما گفتش که حواستون به کمند و شیدا باشه. من این به نظرم مهمترین نکتمونه، ولی واقعا به من شک نداشته باشید، برای اینکه من حالا یه نفر یه کسی رو که حذف کنید دیگه تموم میشه. متشکرم که تایمتون رو مدیریت میکنید، چون تایم چالش کمتر. خوب بود؟ نه نه خوب بود، کوتاه و اندازه گفت. من میتونم بگم بچه ها اوضاع شهر بحرانیه و فقط کافیه یک شهروند دیگه بدیم بیرون. حالا نمیدونم رو چه حسابی انقدر مطمئن گفتن که من مافیام، فقط اینو میخوام بگم که باید مراقب شهر باشیم، فقط کافیه یک نفر دیگه از ما اشتباه بره بیرون، همین. بچه اینکه من شهرم که کاملا معلومه. چالشو ببین. آره صحبت. دوستان عزیز، من که از اول پا میشم برای شهر دارم اینقدر تلاش میکنم، چرا فکر میکنین که من مافیام؟ از اول بهتون گفتم ما الان اشکال چیه. ما شهروندا هنوز هم دیگه رو نشناختیم و فقط بلند میشیم میگیم آه حیف شد اون رفت، اون مافیاس. هنوز نمیدونیم کی شد. من فقط خانم شیدا رو احساس میکنم و مقداری حدیث و بقیه رو نمیدونم. از اول به خانم الهام حمیدی 100% تقریبا مطمئنم که مافیاس. خانم گودرزی رو فراموش نکنی، اصلا حرف منو گوش نمیدین. 1% رو فکر کن من شهروندم دیگه، اونایی که فکر میکنن من مافیام. و خانم جنیدی خیلی مهره خطرناکیه، تا حدی که من فکر میکنم یک مافیای خیلی مهمه که نمیتونم بهش اشاره کنم. خواهش میکنم توجه کنی، مافیا خود شهروند خودتون رو نشون بدین لطفا. بچه به نظرم یه ذره شهر که الان دیگه باختیم و دیگه نه تموم شد و دیگه میسپارم به شما. و اینکه من به نظرم خانم امیر سلیمانی خیلی داره رد گم میکنه، یه ذره روی به نظرم یه دونه تارگت بزنیم همه با هم، اگر نبودی چیز کنیم، رای گیری میکنیم، یه دفاعیه دیگه بیار، یه دیتایی بیار که بدونیم. نفر بعدی من توی خیلی داری تکون میخوری زیاد و یه ذرم به نظرم رو خانم گودرزی همچنان من یه ذره باز شک دارم. حالا ببینیم دیگه. بچه ها ما اگر نجنبیم شهر رفته، شاید دلیل اینکه سه تا شهر دادیم بیرون بازی بدشون بوده. کارآگاه میتونست گردن بزنه بگه فلانی سفیده، ولی نکرد این کارو. شما برای من 100% شهری، نظرم هی داره بر اساس بازی ها تغییر میکنه، ولی الان تو این دست شما شهری لیندا جون برای من تقریبا شهری. شما دقیق نگفتی، گفتی روی نفر جمع بندی کنیم، هی من و ایشون پرسیدیم کی هیچی نگفتی. خب محکم اگه شهری بگو روی خانم فلانی اوکی، ولی من شهرم. بچه ها طبق حرف شما خانم کیانی، به نظر من رو خانم جنیدی اگر شهرید فعلا، آخه ایشون تارگت شما هم بود، مگه تارگتت نبود؟ نه 99% جواب ند. من نظرم اینه که رو خانم جنیدی فعلا رای بگیریم، بعد حالا نفر بعدی وگرنه شهر رو بدیم. متشکرم، نوبت خودتونه، بفرمایید. اول از این که من دارم از عذاب وجدان میمیرم که این شکلی شهروندمون رو دادیم رفت، و روزی اصلا یه چیزی پاشد گفتش که خیلی منو به شک انداخت. من که 100% که درست نیست، 99.9% الهام و روزی بین این دوتا خیلی مشکوکم. فلامک واقعا منو گمراه کرده، نمیدونم درست یا غلط، شما دوتا رو نیستم و از این ور لیندارم به نظرم نه نیست. ولی چیزی که 100% میتونم الان حس کنم که به شک دارم، زن دارم، الهام و روزیه. کسی چالش نمیخواد؟ در مورد اینکه فلامک گفتش که خانم کاویانی رفت بیرون و به ما گفتش اون تارگت هایی که زده بود و دقت کنین بهش، من بر اساس اون همچنان معتقدم که کمن جزو مافیای 100% دارم. دوستان عزیز دقت کنید، شب بشه مافیا
یا منو یا شیدا رو که مشخصاً شهر هستیم میزنن و میبازیم امشب. پس ما باید یه دونه از مافیا رو بدیم بیرون. الان اونایی که شهر هستیم باز رأیامون میشکنه، باز یکی دوتا رأی میاره، یکی یه دونه، یکی سه تا. خانم روز خیلی استدلالای عجیبه من دراری در آورد. دقیقا روما دوتا که تقریبا معلومه شهر هستیم، روما تارگت گذاشت که سری ما رو بیرون کنه و من تقریبا میتونم بگم مافیای صد شما هستین. و دیگه شهروندان عزیز، خانم گودرزی رو فراموش داریم میکنین، به نظر من مافیان. ولی من خانم جنیدی، الهام حمیدی، خانم گودرزی و روز صحرا رو فعلا میذارم کنار. روز مطمئنم که مافیا هستش. فقط یه کاری بکنین، رأیامون رو نشکنین، به یکی بیاین رأی بدین. خانم یوسفی بفرم. دو نفر چالش میخوان. بچه ها شک میکنم خانم شما شاید مافیای من باشی، برای همین بهتون فرصت میدم ببینم چی دارین دفاع کنید. ممنونم ازتون. بچه ها معمولا برای کسایی که خب خیلی خوب بازی رو نمیدونم ممکنه یه اشتباهاتی بکنم. خود من یکی از کسایی بودم که فکر میکنم مرگم نباید میدادم واسه اینکه بیرون بره. اما از اونجایی که بعضی وقتا احساس میکنم یکی خیلی زیاد داره حرف میزنه و خیلی زیاد اصرار داره که این اونا چیزن و من شهروند هستم، یکیش کمنده که به شدت فکر میکنم اتفاقا چیزه مافیاست و همین چیز دیگه نمیتونم چی بگم. بچه ها تقریبا آخه بازی مافیا بازی حدس و گمانه و همه باید بهترین حالت دروغ و بازی بکنیم، ولی من کمن جان شکم داره میره. شما دوتا سفید صد منین، خانم روز، خانم حمیدی، خانم جنیدی، این ستا رو به نظرم قریب به یقین مافیان. توی میز شما هم یه مافیا هست، نمیدونم کی، ولی رو لیندا بیشتر سفیدم. من نظرم اینه که خانم جنیدی رو اول رأی بگیریم. حرفی ندارم. نه ببخشید، معذرت میخوام، بعدش بهتون چالش میدم. ولی بچه‌ها اول تعیین کنید که بعد از شما صحبت کنن. میتونید تعیین کنید بعد از شما صحبت کنن. بعد از من لطفاً. مریم گفتش به این دوتا حواستون باشه و یا کاراگاه بود یا دکتر بود. من تقریبا مطمئنم که اون میدونست که یکی از ایناست، ولی حالا اون اتفاق قبلش بود. اتفاق بعدش اینه که من فکر میکنم شیدا، کمن و روز مافیا هستن. اون یکی رو نمیدونم که این دوتا با هم دیگه تصمیم گرفتن گفتن نهایت روز رو قربانی میکنیم، ولی اشکالی نداره، ما توی تا روند بعدی بالاخره یه شهروند رو میدازیم. و یهو دیگه الان دیدن که فرصت آخره، دیگه همه نظرها رو بدیم دیگه، یه کسی رو بیرون کنیم. ها دیگه دستت روشم. من نمیدونم الان چه اصراری شما داری که من هر چقدر میگم که بیاین روی صحرا همگی اجماع کنیم، شما گیر دادی که نه الا بلا فلامک. اصلا نباید روی فلامک این کار بکنین. اصلا علتش چی بود که الان هرچی که کمند بگه شما قبول میکنی؟ اصلا اینطوری نیست. چون کمند رو من دیدم اشاره کرد که نفر بعدی روز رو بندازیم بیرون، دیدم که بهت اشاره کرد. اصلا اینطوری نیست. الان خواهش میکنم که همگی، چون دیگه در اصل لحظه آخره که میتونیم تصمیم بگیریم، روی صحرا اجماع کنیم، بذاری صحرا بندازیم بیرون. به نظر من که جز اصلی ترین کاراکترهای مافیا و بعد اخراج بشه از بازی. بعدش هم که خانم حمیدی بفرمایید. چالش بچه ها من به نظرم یه ذره دارن شهر رو گمراه میکنن، چون خانم امیر سلیمانی خیلی بین این دوتا کلا مشخصه که یکیشون مافیاست. و اینکه به نظر من لیندا هم جز مافیا میتونه باشه، چون خیلی رد و یهو گم کرد. یعنی حالا نمیدونم بچه ها دیگه بذارین خواهم نظرم. فکر میکنم یه ذره داریم لایک نشون میدیم، دستتون در نمیاد از همینجوری گیجم. ولی من فکر میکنم یه ذره بذاریم آقا کمند امیر سلیمانی بذاریم چی میگه. بعد دفاعیشون بچه مظلوم اومده، حالا فعلا به این اصلا حرف نزده، یه ذره تارگتیش رویم ایشون بریم اجماعا شهر، بعد بریم حالا رو خانم کیانی بعدش شاید.
خانم حمیدی خودتون هستید، بفرمایید. بچه‌ها اینجوری که هی نشستیم داریم هی میگیم این سفیده اون سیاهه اون هم زرده، اینجوری نمیشه. واقعا یه تصمیمی بگیریم روی یک نفر. من الان مافیای صدم، کمنده و خانم شیدا جون، از همونجا شروع کنیم رأی گیری کردن، بالاخره به یه اجماعی میرسیم دیگه، اگر موافق هستید. خانم گود از این نوبت شماست، آخرین نفرم هستید، اگه چالشی هم میخواید بدید انتخاب کنید، میتونید تعیین کنید بعد از شما صحبت بکنم یا همین الان. بچه ها من میتونیم، یعنی الان مطمئنم که رو من رأی گیری میشه و من میرم بیرون. من فقط میخوام یه نکته رو دوباره بگم، من چون دست اولم بود داشتم بازی میکردم، شاید یه جاهای اشتباه کردم و حالا شهر رو گمراه کردم و ندونستم که چه جوری باید پشت شهر در بیام، ولی فقط حواسمون رو جمع کنیم که ما فقط یک فرصت دیگه میتونیم داشته باشیم. اگر هم یه جوری بازی کردم که اینجوری استنباط شده، به خاطر اینکه بار اولم همه هم میدونن، ولی در هر صورت میتونی رأی گیری کنی، رو منو بندازیم بیرون. خب من فکر میکنم درست گفتیم، به نظر باید روی یک نفر زوم کنیم و خلاص شیم از این مخمصه که توش افتادیم. منم تارگتم کمنده. بسیار خوب، سر صحبت خانم کیانی بیستید لطفاً. شما بودید سر صحبت. خانم کیانی آرا صفر، بفرمایید. خانم اسداللهی بیستید لطفاً. آرا سه، بفرمایید. خانم رضایی بیستید لطفاً. آرا چهار، بفرمایید. خانم میرامینی بیستید لطفاً. آرا صفر. خانم امیر سلیمانی بیستید لطفاً. آرا شش، دفاع میکنید، بفرمایید. خانم یوسفی بیستید لطفاً. آرا دفاع نمیکنید، سه، بفرمایید. خانم جانیدی بیستید لطفاً. آرا چهار، دفاع نمیکنید. خانم حمیدی بیستید لطفاً. آرا دو، یکیش هم تأخیر بود، میگیم سه، بازم دفاع نمی کنم، بفرمایید. خانم گودرزی بیستید لطفا. دو، دفاع نمی کنم. بسیار خانم خب دوستان، شهر باخت، تموم شد. من 100% به شما میگم شهرم 6 تا رأی آوردم، 4 تاش مافیا هستن. کیا بودن؟ کسایی که خیلی جدی به من رأی دادن، خانم حمیدی، خانم گودرزی، خانم جنیدی، خانم لیندا. شما گول خوردی. الان بازی تموم میشه، ما باختیم. چرا منو هدف قرار دادن؟ برای اینکه من دارم خودم برای شهر میکشم و مافیا رو تشخیص دادم. چی شد که یهو این خانم هر سه من و خانم شیدا رو گفتن بزنیم؟ برای اینکه ذهن شماها رو خراب بکنن، ما رو بزنیم. من الان میرم بیرون، 5 دقیقه طول نمیکشه که میفهمین من شهرم، چون من میرم بیرون مافیا برنده میشن دیگه، حرفی ندارم. متاسف. خب چون تک دفاع هستید مجددا بیستید و به نیمروز نمیریم، فقط یک نفر توی دفاعی هست و با چشمان باز رأی میدیم. اگر 5 رأی یا به بالا بیارن جمع رو ترک میکنن. آرا به خانم امیر سلیمانی. آرا به خانم امیر سلیمانی. من الان میرم، 5 دقیقه طول نمیکشه که میفهمین من شهرم، چون من میرم بیرون مافیا برنده میشن دیگه، حرفی ندارم. 5 رأی. کنار من بایستید، خونسردیتون هم حفظ کنید. بازیه، باختیم. بازیه، حالا هنوز معلوم نیست که اون از این 5 تا که 4 تاشون مافیان، اون یه شهروندی که گول خورد براش متاسف. مسیر سبز که داده بودیم، بعد چهارمی رو میخواید؟ 1 2 3 چهارمی بردارید. ذهن زیبا، کارت جذابیه، درست حدس بزنید به بازی برمیگردید، اون فردم دیگه نقشش افشا میشه. خانم جنیدی پدرخوانده. خانم جنیدی پدرخوانده بازی. چه کاری کردی خانم امیر سلیمانی؟ قطعتون اشتباهه. تشریفشون کنید. نه فکر کردم گفت تشخیصشون یعنی درست. خب شاید سایدشو اشتباه گفته، چرا برنده شد دیگه.
اینا ایمان بیاها دوباره مرور میکنیم. ایشون خانم جنیدی رو انتخاب کردن و حد زدن که پدرخوانده بازی مافیا هستن و غلط بود. اما مافیا بود. یه ذره هم درست. بله مافیا بود. ببینید به این چی میگن؟ کلینشیت. کلینشیت مافیا. مافیا برنده شد. پدرخوانده بازی بیسته لطفاً. پدرخوانده عزیز. تارگت اصلی. دکتر لکتر بیسته لطفاً. تارگت اول. مافیاهای ساده بیستن لطفاً. خانم جنیدی تو اصلاً شدی. اصلاً چه بدی چرا من بهتون میگم به این بگید همه تون میگید نه سر الهام خودم رو کش بیدم خوشکستنش به علیه تو شد دیگه بگیری گفتن اول تارگت روز یک حسی خانم سهره اسداللهی خانم بودرزی وقتی من و ایشون رو توی یک سایت قرار میده من میگیرمشون من چالشم سو خانم حمیدی که رای دادم خانم جنیدی عزیزم که پاشود از خانم گودرزی دفاع کرد روزه که امون ندادن خانم حمیدی رو خانم گودرزی رو من دم رو بزنم به خانم گودرزی ما بردیم با قدرت هم بردیم من تو قد از اون جزواتو خوندی مافیا شدی من از این شهر ببین دو تا شهر مظلوم اصلا بدی من خیلی خوشحالم شما روز بعد بازی کرد روز بعد بازی کرد این من رو خواهر میگرفتم تونست همه رو گول بزنه و دممون گرد موش جونمون به نظرم این فرق فقط حق مافیا بود و نوش جون چهار نفرمون تمام به تو بزنی آیا به من داشت آره ولی من پا میشدم میگفتم من خواهش میکنم همکاران که داریم بازی میکنیم اگر قراره یکی از بازیکنا بلند شه و صحبت کنه بازیکنای دیگه‌ای با هم دیگه با چشم ایما اشاره نکنن یکی از دلایلی که من مجبور شدم اصلاح کنم صحبتمو به خاطر اون اشاره‌ای بود که دوتا بازیکن به هم کردن و باعث شد که من دست پاچه بشم و اسم حرفه‌ای و مافیا رو اشتباه بگم لطفاً رعایت کنم در هر صورت آقا بازیه ما دو تا رو اول انداختم بیرون چون ترسیم از لحاظ تئوری به نظر درست نیمد در هر صورت بازیه مریم گفته بود که این دو تا سیره کرد کردن و اشاره کردن باز که بازیه من اسمی از شما نه من دارم خودم رو میگم یه هر کس بلند میشه حد میزنم یا مطمئن نشه یا یه خیلی کشکی روی این اجماع میکردیم چرا به لین داره به این کمر آخه شما با چشم حتی الان من دیگه مجبورم در جلوی دوربین این مسئله رو بگم چشم نباید تو به ضرر تو عمل کردی شور میزنی دلش واسه شر همه فکر میکنن مافیا شما که کارگاه بودی آمار کیو گرفتی اول چرا بابا لیندا خیلی مشکل باشه شده به حرف آدم ببین چرا تو مافیا باشی برای مافیا نمی جنگی چرا باید گوش بدم شهر یه دست این مجال رو بده پنجا پنجاست دیگه
یه دست این مجموعه رو بیاد شاید من دارم راست میگم لحظه آخر که رفتی بیرون قشنگ با تمام وجود معلومه برای اینکه من تلاشمو کردم متاسفانه این بازی وقتی شهروند زیاد انرژی بذاره برای شهر با مافیا اشتباه گرفته میشه بی خود و بی جهت من اصلا فرق نداره شما به من تارگت زدی و اصرار داری رو تارگت زدی نمیدونم شما هیچ کاری نکردم من حرفی نزدم اگر هم که هستی باز هم تفریت کن اگر خواستی اگر مجدی اگر با در اشون دیتن چیزی به من بده بعد شک بعدی من روی خانم یوسفی هستش و این که به نظر اولا به اعتراف کردم که من خیلی بازی رو بلد نیستم ولی در مورد یه چیزی فکر میکنم درست عمل کردم اینکه گوش کردم و حداقل تو هر چیزام غلط نبود یعنی غیر از مریم همه در موردش اشتباه کردیم اونم به خاطر واقعا مدل بازی خودش که از ابتدا شروع کرد به همه رأی دادن و یه جوری من فکر میکنم خب این مافیاس و خیلی هم داره ابتدایی بازی میکنه در مورد الهام من درست حد زدم در مورد صحرا بازم خودش باعث شد و من اصلا به کمن و شیدا رأی ندادم و فلامک هم همش دچار تقدیم چون باورم نمیشد فلامک من میگم من تو دستم معلوم میشه تقدیم من خودمون یه فصل کامل من از بازی خانم جنیدی خیلی خوشم اومد در اینی که همه فکر میکردن شهر ببرید از کنار اومد و بله دیگه به هر حال با شگردای خودشون و اون رگه های ریز طنز خیلی شرایط رو دستشون گرفتن و خیلی خوب بودن آقا چی میگن؟ چه خبره؟ چیه؟ منم واقعا نمیدونم کی به کیه؟ بازی سختی آوری حالا به خدا بچه برسونیم به منم بچه برسونیم من میگم زودتر شروع کنیم خانم سلطانی هیجان دارم زودتر بزنم خانم سلطانی مافیا بودیم که هیچی شعبم بودیم به